دوستان کانال یوتیوبی ما برا سلام. این روزها ماجرای کسایی که تجربه مرگ داشتند و حقایقی رو از اون دنیا دیدند با برنامه زندگی پس از زندگی خواهانهای بیشتری پیدا کرده، جوری که همین افرادی که قبلن حتی کتمان میکردند و این ماجراها رو برای کسی نمیگفتند شروع کردن به بیان سرگذشت و اتفاقات خودشون. الزاماً همه این ماجراها یا سرگذشت‌ها توی برنامه زندگی پس از زندگی نمیتونه بیاد به دلایل مختلف، چه اینکه بعضی از شخصیت‌هایی که توی این برنامه حضور داشتن رو خود ما به آقای عباس موزون معرفی کردیم که بعضن حتی با اصرار ایشون اونها حاضر نشدند در برنامه حضور پیدا کنند، اما داستانهاشون رو برای ما گفتند. دلیلش هم شاید بیشتر این باشه که نمیخوان چهرهشون شناخته بشه و زندگی عادیشون تغییر بکنه. صوتی رو در ادامه خواهیم دید، یا بهتر بگم خواهیم شنید، که یک خانم یزدی تجربه عجیب و قابل تأمل از مرگ موقت خودش رو بیان میکنه. با ما همراه باشید و نظرتون رو زیر این ویدیو حتماً 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 بگذارید. ما را سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی. بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع تجربه مرگ که من 10 سال پیش داشتم میخوام بهتون بگم، انشالله که اول خودم بعدشم شاید تلنگری باشه به زندگی های عادی و روزمره ای که دغدغمون یه وقتای انقدر دنیا شده که یادمون بره آخرتمون. من خودم بیشتر از همه نیاز دارم که یادا بریم بشه، که چون من خودم بیشتر از همه نیاز دارم. من شبه 10 سال پیش شبه لیلت و رقای بود، نزدیکایی که بود، یعنی به دلایلی روزش یه خانم گیر داده بود که من مثلا صلوات اونو تو نفرستم، درست نیست با طرز خودش بفرستم. من گفتم هر کسی یه ارادت خاصی به پیام برای اهل بیت داره، منم بشی به خودم. خلاص این شد که شب دعا و ثنایی داشتم، و چون جاری میگفته ده خیلی مثلا این شب عزیزت، هرچی از خدا بخی خدا به ازمده، منم خیلی از خدا چیزای عجیب و متفاوتی خواسته بودم. بعد یه دفعه نزدیکای 12 شب بود و اینو خواب، یعنی خوابیدم خواب، حالا حالت خواب بودم که یه دفعه صدای منو بلند، وقتی بلند شدم حالا صدای زره، حالا حالت خیلی ترس به من داد. من دیدم که کم پام دیگه نمتونم حرکت بدم، خیلی سرد شده، کم کم از جون از پام در اومد و کم کم اومد بیرون، اومد تا در نزدیک سینه. بعد وقتی که اومد سینه گفتم خدایا من دارم میمیرم، باورم شد که دیگه دارم از دنیا میرم. یه دفعه جون از تمام بدنم رفت، اومدم رو بدنم ایستادم. بعدش نزدیک خودم شوهرم بود و بغلم هم دخترم بود، هی دست میزدم، هم گفتم آقا رسون من دارم میرم، فاطمه ماما من دارم میرم، هرچی صدا میزدم هیچی صدا نمیرم، هی دستم فرو میرفت تو بدنش. خلاصه این شد که یک دفعه نمیدونم به صورت موافق نور بود، نمیدونم از من از این دنیا کشوندن دنیای دیگه. بعد این دنیا من اینقدر دیواراش بلند و عالم عجیبی بود که روی این دیوارا گلای روز بود، که این همه گلای روز رنگای عجیبی داشت، هر کدوم یه نور خاصی داشت. مثلا گل قرمز بود اون نور عجیبی میداد، مثلا گل به نور عجیبی، مثلا رنگای متفاوتی، یعنی چشم منو میزد، زرد، قرمز، صورت اینجوری. نشستم دیدم از اون دنیا که اومدم دیدم لخت مادر زدم، خیلی ترسیدم، هی خودم مثلا با موام میپوشوندم که هی کسی منو نبینه. همین که داشتم خودم مثلا هم حالتی منجلابی که گیر کردم خودم رو میپوشوندم، یعنی دیدم یه مردیم از اون دنیا اومد کنار اون ورتر من، نزدیک 3-4 متری من نشست، اونم به همین طرف، اونم ترسیده بود خودش هی جمع میگه. جالب بود این بود که من فقط سر اونو میدیدم، اونم سر منو میدید، یعنی از سر به پایین اون حالت مثلا هم ببینه شیشه مشجری یا حالت مثلا که لایهی که مثلا نمیتونستم قشن اونو ببینم، اونم همین جور بود. یک دفعه دیدم که
یه فرشته شکل انسان بود، ولی من صورتش رو نمیدم، به رنگ صورتی خیلی ناز یا گلبهی مزد اینجوری. بعد بالهای عجیب بلند و بزرگی داشت که یعنی من اگر مثلا همراه همراه من مثلا پا میذاشتم رو بالش اینجوری بدون، من رو زمین کشیدم شو. این بال خیلی عظیم بود و عجیب و غریب بود برا من. بعد خیلی هم هیکل این فرشته هم خیلی مثلا بزرگ بود و جبروت عجیبی داشت. خلاصه این شد که یه دفعه دیدم این فرشته اومد نزدیک من، بعد گفت که حمیده، با اسم منو صدا زد، گفت حمیده پاشو پاشو که وقت حساب رسید. یه دفعه تو دلم خالیش گفتم خدایا وقت من که الان مثلا مردم، هی اینجور بگم من الان اومدم الان وقت، یعنی تو ذهنم بود که یه عالم برزخی ها یه حساب رسیه بعدش، مثلا اینجور چیزی تو ذهنم بود. من هی میگفتم بابا من الان حساب رسی، گفتن نه وقتشه بلاشو بیا برم با حساب رسی اعمالت کنه. خیلی تو دلم خالی شد. یه دفعه منو حال دیگه نمخواستم خب بیام برای حساب رسی اعمال، و منو کشون کشون این فرشته زیر بغل منو کش گرفت و منو کشون به سمت مثلا یه سالون یا عالم دیگه، نم حالا مثلا بگم یه عالم دیگه یا یه سالون دیگه نمیدونم، اونم دو یه دنیای بزرگی بود. این بار دیگه رنگای روشن نبود، حالت رنگای تیره تر تو یا اون سالون بگم یا اون عالم وجود داشت. من همین که نشستم این دوتا فرشته منو نشوندن، حالت مثلا دیگه بیشین دیگه وقتش دیگه، هیچ اصرار میکردم به خاطر هم یه دفعه دیدم دفترچه، یعنی حالا یه کتاب خیلی بزرگ جلو من باز شد که سفید سفید بود، گفتن که حمید بخون. حالا یه صدایی که می من فرشته ها نبودن، این پشت سر من فرشته عتیق و رتیق هم وایسیده بودن، می فهمیدم که یکیشون عتیقه یکیشون رتیقه، که کسای فرشته هایی که بد و خوب اعمال ما می نوستن. یه دفعه دیدم که اون صدا من تو عالم فکر میکردم خدا، یعنی منی تو ذهنم اینجور ندایی بود، یعنی صدایی که از بلنگو پخش می شد فقط اسم منو می بود، می گفت حمیده اقرا کتابک، یعنی کتاب تو بخون. یعنی وقتی اینو گفتم به حدی دل من توریخ، گفتم یا علی من حالا چیکار کنم، من چیزی نیاوردم از اون دنیا، یعنی واقعا همینا که میگه دستت خالیه اینطور چیزی بود. بعد گفتم بخون با تاکید بیشتر، همین که کتاب همین که مدام بخونم، گفتم خدایا هیچی ننوشته توش، گفتم بخون. همین که چش انداختم دیدم اولین چیزی که برای حمیده نوشته شد، حمیده حجابت چجوریه، یعنی من اصلا مونده بودم چرا اولا بعدشم که فکر میکردم چرا خدا برای من نوعی زن اینقدر براش مهم بود که حجاب منو بکشه بروخ. من همیشه چون میدونم چون خدا براش زهرا خیلی عزیزه، به دلم میاد که بهتون بگم واقعا خواهرای من دوستای عزیز من، ببینید این چادر هر کاری که هر کسی میکنه این زیر چادر خودش میدونه، هر کسی که هر نیتی داره خودش میدونه، ولی من میگم چادر مادر و مقدسه، انقدر مقدسه که من بهش قسم میخورم، من خیلی بابت چادر خوابا دیدم و خوابا شنیدم که انقدر حضرت زهرا، یعنی به قول معروف میگن این چادر خاکی شد که چادر ما خاکی نشه، راست راست وایسه. خیلی ها توی مسیر رفتن، شهدایی بودن که علم من گفتن که من از اون خانومی که حجابش رو رعایت نمیکنه روز قیامت وای نستم جلوش، یعنی من انقدر دلم میسوزه، میگم خواهرای من دوستای من همه جام لعی میزنم، من اصلا سر تا پام گناه، فقط این حرف خدا رو گوش کنم، این خود خدا گفته. خب من اینی هم که الان میگم با خودم دیدم، چون خدا گفته دارم میگم، یعنی من خودم از خودم در نمیارم. بعد دیدم که همین که گفته حمیده حجاب بیت، یه دفعه مثل فیلم سینمایی از اول بچگیم تا آخر که اون سن بودم، مثل فیلم سینمایی اومد که حجاب من شد. یه دفعه آخرین تصویری که از خودم دیدم حمیده بود که رو سری مشکی سرش بود، کلیف سرش بود، چادرش سرش بود، دست جالب بود، دست هم نشون دادن که ساق دست همیشه همین دست هم بود. وقتی که اینو دیدم یکی تیک سبزی که نورانی بود بهم زدن. بعد یه دفعه دیدم سراغ بعد دومین کاری که من کردم، یعنی بدترین چیزم همینه، یه دفعه دیدم که نفتم حمیده اون صدایی که گفتم دو تو عالم پیچید و حمیده غیبت کردی، اما اینو چند بار گفتم غیبت شنیدی 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 و هیچ کاری نکردی، یعنی به حدی من تنم لرزید،
گفتن که همون صدای گفتن به اون فرشته هاشون دست دادن که حمید رو بندازه تو آتیش. بچه ها همون کتابی که برون جلون باز بود جلو ترش یه حالت مثل پرتگوی عظیمی بود که فقط آتشی که تو قرآن میگه زنده، یعنی دست داشت، صدا داشت، یعنی به حدی من ترسیده بودم که این آتش زنده زنده چندین برابر یعنی سوزندگی داشت. میگه 70 برابر آتش دنیایی به حقیقت من دیدم. بعد دیدم گفتم منو بندازه تو آتش، یعنی به حدی ترسم. صدایی از تی آتش میومد، نعرهای کشته میشد از مرد و زنی که تگ این جهنم بودن. بعد منو اووردم، منم حالا گریه، خدایا من چیکار کنم، خدایا ببخش، خدایا معذرم. یه دفعه دیدم گفتم همونجا یه لحظه گفتم خدایا تو خیلی مهربونی، به مهربونیتت قسم میدم منو ببخش. یه دفعه همین که تا منو اووردن لب لب پرتگاهی که جهنم بود، یه آتیشم هی میخواست منو ببلعه، یه دفعه دیدم که یه صدای اومد، گفت همون صدا گفت که نگرش داره بکشونتش عقب، مثل آدمی که خیلی ترسید و نفس نفس منو کشوندن آروم عقب. و بعد گفتن که زیبا، گفتن که حمیده میدون. بعد این بخواهم ببخشی همینجور که منو کشوندن عقب گفتم که خدایا تو خود مخواستی منو بیسوزونی، چیه تو شد منو توی جهنم ننداختی. بعد گفتن که همون حالا میگم همش فکر میکردم خدا داره با من صحبت که خدا، گفتن که یعنی میدونی چی چیز تو رو نجات داد؟ گفتم خدایا نه، تنها راهی که تو رو نجات داد فقط صلوات بر محمد و آل محمد بود، تنها راه نجات تو همین بود. میخوای یه دفعه همین که گفتم من فکر من اومد تو طول روزم، همون روزی که بودم که صلوات پر میفرستیدم خانوما مسخرم که دارودن که چرا انقدر تو میفرستی، یه دفعه گفت خدا بهم گفتن این میدونی همه صلوات های تو خرج غیبت ها شد، فقط یکی دونه برای تو مون، همون یکی دونه باز شد تو رو نجات بده و نجات تو داد. یعنی میدونی چرا؟ فقط همین صلوات بر محمد. بعد این بار یه دفعه گفتم به فرشته دستم بلندش کنه حمیده رو با اسم، هی فقط جالب بود برام که اسم حمیده رو بلند کنه. همین که بلندم کردن زیر بغلمو کشوندم، وقتی که داشتم من بلند شدم دیدم گفتن همون صدا گفت حمید صلوات به وسیله، گفتم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام، دیدم سایه پیغمبر سبز شد، یعنی جمال و جبروت پیغمبر. دوباره گفتن صلوات به وسیله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام، سایه حضرت زهرا اومد، حضرت امیرالمومنین همینجور من صلوات بود فرستم، یه حالت تونل وار، یعنی منو تو تونلی داشتم میبردن که همینجور اهل بیت من با صلوات بیاد میکردم. همینجور که داشتم میگفتم رسیدم به امام سبا، گفتم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همین که جا گفتم بعد گفتن که نگرش دارید، یا همین که نگران داشتن یه حالت در چوبی بود، گفته حمیده در چوبی رو باز کن. بقیه باز کردم دیدم چه زمین مثل نقطه کوچیک، من نمیدونم تو عرش بود تو آسمون چندم بودم، فقط زمین و نقطه دیدم. بعد با گفتم برگرد حمیده، همین که برگشتم همون صدا گفت که حمیده الان دیدی تو کجا بودی؟ گفتم بله متوجه شدم الان من کجام. بعد بهم گفتن که فقط یه چیز میخواستم بگم، فقط اینو بهت بگم که من میخواستم جونتو رو بگیرم و دیگه بر نگردی بی پیش خودم، ولی یه چیزی میخوام بهت بگم که اینو به همه زمینی ها میگی. قد جالب بود که لفظ زمینی ها نگفت مسلمون، نگفت شیعه، جالب بود برا من، به همه اهل زمین میگه حمیده هیچ کاری شما برای من خدا ارزش نداره، چون که نیت دونم هرچی خدایی باشه آخرش ناخالصی داره، تنها چیزی که فقط نجات دون مده محمد آل محمد است، فقط تمس سکنه به اینها، نجات دنیا و آخرت دو همینه. بعد همینو بهم گفتم، بعد گفت هی تاکید کردم، به خاطر همین شد که من گفتم این مسئله رو برای شما تکرار کنم و بگم، چون رسالتی بود برای خودم، یعنی اگر نمی گفتم شاید مؤاخذه می شدم. و اینکه تنها راه نجات ما همین آل محمد، بچه ها شخ بیمیرید، بچه ها من اون سه میتونست خدا منو ببره
امسال ما خیلی رفتم، من خیلی اگر پاش بیفته هم خواب های عجیب هم شنیده های عجیبی از همه چیز دارم، ولی میخوام بدونید که الکی نگیریم. دنیا 2 روزه، حجابمون 2 روزه، فقط سختی که خدا گفته تو قرآن خودش گفته، نه من آخون گفتم نه امسال، هرچی آخون دگیری همه میدونم بده میاد. ولی شما چرا دین اسلام رو نمیگیرید؟ خودش قشنگه، خود پیامبر قشنگه، خود اهل بیت قشنگه. من نوعی که تو من جلاب گناه خودم گیر کردم رها کنه، بگید خدایا من به خاطر زهر و چادر سر میکنم، من به خاطر زهر و آرای شما هست میکنم، من به خاطر زهر و همه کاری میکنم که اون دنیا آباد. بدونید که به جان خودم قسم میخورم، به جون دوتا بچه هم قسم میخورم، من یه چیزایی توی مسیر دیدم که یعنی اگر نمیدونم، چون دوستتون ندارم، چون عاشق همتون هستم، دوستتون ندارم که بهتون بگم آخرت دونه، فقط با حضرت زهرا به خاندانش، یعنی باور نکردن یه کمک کردنشون، یه نمیدونم چجوری بهتون بگم. اگر دوست داشتید، من به عنوان کسی که باید اینو میگفتم گفتم، هر جور رسالت خودنا هر جور دوست داره، چون این وظیفه من بود که بگم، بازم حلالم کنه، بازم ببخشید نمیخواستم یختی نارا حتی دو کنم، فقط و فقط به خاطر خودم بود که یاداوریشه برای خود گناه کار خودم، بازم حلالم کنه، دست شما درد نکنه که گوش کردید. خیلی ممنون، التماس دعای ویژه تو ماه مبارک رمضان و سیما دو که واسه من حق گناه کارم یاد کنه، التماس دعا.